Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, dear student. I wish you all safe and sound. Welcome to our today's lesson. Our lesson is already in network and effects of using them. Inside this chapter, we have talked more about network issues and different types of internet connections that help us to connect with internet and everywhere, and the different devices that help us to be connected to the internet. But in today's lesson, definitely we will talk about one title and the most important thing inside every network: network issues and communication. It is the most important thing in every internet. Issues are common in everywhere. Nobody can prevent it. Even the best and the most enterprise network stations have their issues, including Facebook, Google, Instagram, Amazon, and every other networks in the world is not out of issues. In this chapter, we will talk definitely about some tips and general points that help us to know at network issues. The first thing is network security. You know better that what is network security means about the policies that the network administrator uses to prevent issues arising. There are some policies inside every network that the administrator is someone that carry out these policies over a network that in aim to prevent issues arising. بعض موارد است که نتورک ادمنستریتور بالای یک شبکه او را اپلای میکنه، هدفش ایست که از بروز مشکلات در داخل شبکه جلوگیری بکنه. هدف ما از بروز مشکلات این است که بتونه کدام هکر وارد سیستم شود، ویروس داخل سیستم شود، او خود دیگه موضوعات میشه. اما ما بس ما امروز روی عزیز که کدام اساسات و کدام پالیسی ها را باید از نتورک ادمنستراتور مد نظر بگیره تا یک نتورک از داخل صدمه نبینه. یکی یک هکر حمله میکنه سر ما، یکی یک ویروس از داخل بیرون میشه، یکی بالای سازمان حمله میشه. این موارد است که از بیرون موارد بحث قرار میگیره. اما بحث کلی امروز ما که نتورک سکیوریتی است، این مربوط داخل همون سازمان میشه که هر کس از داخل باید خود بسیار اکویب بکنه که کسی نتونه از داخل سازمان خرابی بکنه، چون خطرناکترین اتفاقات هم که در شبکات اتفاق مفته زمان است که مشکل از داخل سازمان بروز میکنه. Security isn't just hackers, viruses and malware that could damage your network. But there is some other issues, some other main problems that we should avoid them. تنها زمانی که شما نتورک سکیوریتی رو میشنوین در ذهنتون هکر نبیارین، ویروس ها رو نبیارین، مالویر رو نبیارین. اما بیشتر از این موارد دیگه هست که کمک میکنه که اینترنت ما خراب شوه، نتورک ما داون شوه. مثلا یک کارمند داخل شبکه میه، او را ما هایر کردیم نظر به یک قرارداد خاصه، او کارمند می متعهد وظیفگی خود از بین میبرن، خلاف پالیسی سازمان یک کار انجام میده. این هم نتورک ایشو هست که ما باید مراد بکنیم. مثلا در اکثر سرور استیشن های گوگل کسی اجازه نداره که فلش یا که کدام محافظه داخل سازمان شود. این یعنی نتورک سکیوریتی است که مراد شده. Okay, network security is not about outside threats. Legitimate users of the network could make mistakes due to lack of training, inexperience, or other issues. این موضوع بسیار مهم است که ما مشکلات شبکه را دائم از بیرون سازمان نباید بدانیم. از داخل سازمان هم اشتباهات اتفاق میفته که باعث مشکل بسیار کلان در داخل سازمان میشه. چطور؟ مثلا کارمندای ما درست مشکلات درک کرده نمیتونن، درست با کارشون وارد نیستن، درست ترنینگ ندیدن، تجربه کافی ندارن. یک یوزر میایه، یوزر اصلا خبر نداره که چی گپ از داخل سازمان. کارمند ما باید با تمام هوش و فکر خود بفهمه که در داخل سازمان چطور امنیت خود نگاه کنه.
یک بار کارمند کارت خود روی میز میمان فراموش میشم تا میره مثلا نو خوردن میره میره بیرون جای کار آجل باش پیش میشم. هر کس میتونه با آسانی کارت از رو بگیره و معاملات غیر قانونی رو انجام بده. یک مثال خیلی کوچکش بود. یک نتورک ادمنستریتور است کلی سرور روم دائم پیش میباشن. یک بار اتفاقا کلی جای فراموش میکنه کس دیگه داخل سرور روم میشه کل سیستم رو از بین میبره. مثلا کارمندای ما پسورد خود بسیار آسان آسان میتن 1 2 3 4 میتن نام خود رو نشون میکنه شماره تماس خود رو نشون میکنه. خب بسیار موارد است که با آسانی ما میتونه کسی دیگه بیا وارد سیستم شه و سیستم رو از بین ببره. نتورک سکیوریتی در این فصل هدف ما کلا روی مسائل داخلی سازمان میچرخه که ما از داخل چطور موبایل خود مجهز بکنیم کسی نه اجازه ندهیم که سیستم رو داخل خراب بکنه. ما میتونیم که به حد 90% از حملات بیرونی جلوگیری کنیم اما از وقت ما کل توجه خود وقف اتکای خارجی میکنیم از داخل سازمان خبر نمیشیم اما هکر میاد سازمان سیستم تا استخدام میکنه خود. ما فکر ما در بیرون است خبر نیست که سازمان از داخل ورشکست شده است شبکهش. خب اکثرا کارمندان ما تجربه کافی نمیداشته باشه در بعض اوقات که برای ما مشکل ساز میشه و سطح موارد دیگه. Network security can be maintained by physical means such as ID card, biometrics, computers and servers location. Network security رو ما میتونیم که بسیار با آسانی اپلای کنیم. چطور؟ توسط امو عناصر فیزیکی که چیا هست؟ ID card کارمندای ما هست. کارمندای ما باید بدون ID card وارد سازمان نشن. یا کسی دیگه این کورتی پادن میکنه منظم خود جور میکنه میاره پشت کامپیوتر کارمند ما غیر حاضر است میشینه. در افغانستان است که ما 5-6 کارمند داره سازمان ما بانک های ما. در خارج که صدها کارمند است یک کارمند کارمند دیگه رو نمیشناسن. اگر آیدی کارت نباشه شناسایی کارمند ها بسیار مشکل است. هر کارمند باید بایومتریک شده باشه. مثلا یک کارمند ما اختطاف میشه آیدی کارت کسی دیگه میگیره میاد داخل سازمان داخل میشه. نه باید بایومتریک باشه که کارمند خودش مشخصا فیزیکلی شناسایی شود تا که سیستم براز اجازه فعالیت بده. کامپیوتر که استفاده میکنه داخل سازمان موقعیت سرورای ما باید بسیار پنهان باشه مخفی باشه به کسی گفته نشه نوعیتش گفته نشه چه قسم سکیوریتی اپلای کنیم گفته نشه. امروز در جهان گوگل بیشتر از هزارها سرور استیشن داره اما تنها فقط یک تایش به نمایش میگذاره. دیگه اصلا از لوکیشن های سرور گوگل در جهان کسی خبر نداره. این می لحظه جهان بجز فیسبوک خودش میفهمه کجا از لوکیشن سرورهاش دیگه کسی نمیفهمه. هر روز آی پیش تغییر میکنه. اینی نتورک سیکیوریتی است که خود سازمان از داخل خود نگاه میکنه. همین حالا که من سرچ بکنم در گوگل سرورهای گوگل فقط با یک تاش که در کالیفرنیا امریکا است به نمایش میگذاره. دیگه ای که چقدر در پاکستان است، چقدر در هند است، در چین است، در این قاره های مختلف، در کشورهای مختلف دیگه از اون نمایش نمیده. چرا؟ به خاطر که لوکیشن سرورها هم یک موضوع بسیار مهم امنیتی است برای شبکه. One important thing that helps us to maintain security inside our organization is avoiding password interception or avoid password gathering. It is easy for someone to gather someone's password by checking their mobile phone, by checking their notebooks and etcs. But if you are an employee inside a network, inside an organization, we must be too careful of the passwords. We must not write the password in anywhere. We must regularly change the password. We shouldn't share the password with our best and the most close friends. We know that my friends wouldn't share this password with anybody else and wouldn't disuse this password. But we fear of this that our friend can't keep our password secure. Someone else will gather them. Someone else will gather them and use this. If a person access to your network, they may be able to intercept the network and access sensitive information. Example, if I am an employee of Roshan, every employee of Roshan have its ID and password that nobody knows about them. If I know their password, simply I could log in via my system in my home.
and gather sensitive informations. زمانی که یک کس پاسورد ما را انترسپت میکنه، دریافت میکنه، او دیگه سیستم ما هر کاره وارد میشه. میتونه که اطلاعات حساس ما را بدزده، اطلاعات ما را از بین ببره و سیستم ما را کاملا ورشکست بسازه. نگهداری پاسورد یکی از وظایف بسیار عمده است که باید به کارمندهای اعضای شبکه ما گفته شود. کسی در شبکه کار میکنه باید پاسورد خود را بسیار خاص، بسیار پنهانی یا بسیار مرموز نگاه کنه، کس آگاه نشه. Therefore, your router's default login information must be changed to strong details. When we are going to buy a new device, always there is a default password with them. When we are going to install our routers in our home, there is also a password with the admin username and admin password. We should change them. We must change them. If you're going to buy a used mobile phone from the market, we must change the default password. We must change the easiest password. Not once, regularly, every month, 2 months, once in 2 months. Change the password for avoid interceptions of our password. Then always keep your firewall active to detect attacks from open network ports. Everything that comes and goes from my network and my computer use ports. But there is only a firewall that controls the ports. Not all the ports of my computers are open. There is more than 60,000 ports in my computer, but not all of them are active, but some 10 or 20 types of them are active. This is firewall that regularly check the ports that should be logical information that comes and goes from my computer. Always keep your firewalls active. Firewalls in our personal computers are software. But when are we going to be in large organizations, firewalls are going to be a specified hardware, a specified servers. Firewall در کامپیوتر ما شما یک نرم افزار کوچک است. اما زمانی که نتورک ما بزرگتر شدن میگیره، باز فایروال یک دیوایس مخصوص میشه که در شبکه ما نصب میشه. از رفت آمد پکت ها در این شبکه چک میکنه کدام پکت مخرب وارد سیستم ما نشه. Spyware is unwanted software. Spywares are kinds of viruses that can steal password. Spywares are only those types of viruses that do not damage our system, do not damage our files. These types of viruses just intercept our password, steal our password. It is default difficult to remove, but it is really easy to avoid installing them in our computers. How do we avoid? Try to install anti-spyware software. Most of antiviruses in the market right now have already anti-spyware software with themselves. Kaspersky, Avera, and lots of other antiviruses have anti-spyware software with themselves. When you type something, some passwords anywhere, anti-spyware software should avoid them to be still. This was the important thing. پاسورد چند خاصیت خیلی خاص باید بچه ها داشته باشه. دختر و بچه ها، کسایی که درس میشنویم، پاسوردتان هرگز روی ورق ننویسیم. و هر هدفی که میخواین پاسوردتان جای نوشته کنین، این مسئله کاملا اشتباه است که پاسوردتان روی هیچ کاغذ، روی هیچ سکرین کمپیوتر، روی هیچ موبایل ننویسیم. مسئله دوم در پاسورد است که هرگز پاسوردتان به کسی شیر نکنین. بالای کسی که صد اطمینان دارین هم شیر نکنین که او آدم نگاه کرده نمیدونه پاسوردتان. مسئله مهم دیگه در پاسورد است که همیشه شما پاسوردتان چینج کنین. چینج به این معنی که همواره تغییر بدین. امروز پاسورد فیسبوک تان 100، یک ماه بعد جور کنین 200، دیگه ماه بعد جور کنین 154، دیگه ماه جور کنین یک چیز. همیشه پاسوردتان در حال چینج باشن. این بسیار خوب است. به خاطر زمانی که کسایی که میخواد پاسورد شما را دزدی بکنه، یک بارگی خود نمیفهمه پاسورد شما را. مثلا
اگر کسی بخواد که پسورد کسی دیگر بفهمه خیلی آسان است. مثلا پسورد کاراکتر ما، پسورد موبایل ما 10 کاراکتر است. هر روز اگر نفر بالای تلفن ما ایستاد باشه، هر روز یک حرف ما را یاد بگیرد، در روز کاملا نفر پسورد ما را حفظ میکنه. به این شکل اگر ما بتونم پسورد خود ما را چینج کنم، با نفر در این پلان خود ناموفق است. دیگه همیشه کوشش بکنیم که پسوردهایتان پسوردهای کمپلکس پرتیم. کمپلکس به ایمانه که از اپرکیس استفاده کنین، سمبول ها را استفاده کنین، اعدار استفاده کنین، حروف استفاده کنین و اکثرا از سمبول استفاده کنین. به خاطر که امروز دیکشنری اتاکس وجود داره، او پسوردهایی که بسیار به حروف انگلیسی نشه شده یا کاملا به حروف انگلیسی و جمع حروف نشه شده، با آسانی میتونه کنون را انترسپت بکنن. اسپای ویر است. و یه هدف پسورده مختلط هم میشه ست بکنیم. هیچ گاه پسوردتون از 8 کرکتر کم نباید باشه، از 10 کرکتر کم نباید باشه. اگر کم بود عین پسورد دو بار تکرار کنیم. مثلا من پسوردی که میدازم همی دلعه کمیتر 5 کرکتر است که به من خوب نیست. اگر اضافه کرده نمیتونم، از فراموش شدنش احراز دارم، پس دبل انتری کنیم. مثلا پسورد کمیتر احمد است، دو بار احمد انتر بکنیم، یک بار حرف میشه. یه نگاه سیکوریتی بسیار خوب است. And one another issue is principle of data protection legislation. It means some rules there are that help us to protect our password based on upon them. In this lesson, we will talk definitely about some important tips of them. That what are those rules worldly that help us to keep our passwords and keep our information secure. Increasing demand for personal information to be securely gathered has resulted in the need for international data privacy legislation. تقاضای اطلاعات شخصی در جهان همه را پریشان ساختند. تا فیسبوک بریم، از ما اطلاعات شخصی پرسان میکنه، نام، آدرس خانه، کانتکت نمبر، دوستا و غیره، علاقه مندی های ما رو میپرسه، اوقات کاری ما رو میپرسه، با دوستی ما رو میپرسن. تویتر جور کنیم، اما ایچی داره پرسان میکنه. واتساپ جور کنیم، اما پروفایل فوتو میخواه. ایمیل جور کنیم، از ما این مشخصات هم میخواه. یعنی در کل تقاضای اطلاعات شخصی در جهان بسیار زیاد شد که در جهان کاملا یک پریشانی به هر کس رخ داد که ما چطور بتونیم این سازمان ها را کنترل کنیم. حالا سر فیسبوک کی اعتبار میکنن، سر گوگل کی اعتبار میکنن، سر واتساپ کی اعتبار میکنه که ما مرموزترین اطلاعات خود با این نرم افزارا با کس دیگه انتقال میدیم. اینی موضوعات که جهان کاملا به پریشانی برد باعث ازی شد که در جهان قوانین بین المللی وضع شوند که هر کسی در جهان اطلاعات شخصی نفر را میگیره، مطابق اینی ماده ها باید اطلاعات شخصی نفر را حفظ بکنه. امروز این فرق نمیکنه که رئیس فیسبوک آدم پولدار است. زمانی که از اینی قوانینی که وضع شده تجاوز بکنه، این آدم در محکمه جهانی کشانده میشه. واتساپ اینمه قسم این مردم ها که هست در دلشان حراس دارن که اگر ما با یکی از اطلاعات شخصی مردم درست حفاظت کرده نتانم، ما موارد بازپرس قرار میگیریم. که خوشبختانه یک مسئله بسیار خوبه هست. امروز این فرق نمیکنه که آیفون در جهان گپ اول هم میتنه. اگر یک قدم پای خود از این قوانینی که در جهان به خاطر حفظ اطلاعات خصوصی مردم گذاشته شده یک قدم بیرون بانه، این در محکمه خواسته میشه، ازش پرسان میشه. امروز آیفون، گلکسی، کمپیوترهای ما شما، مایکروسافت و هر مسئله اینترنتی در شبکه که هست خصوصا جهانی، این مردم ما پای یک قرارداد خاص امضا کرده که ما اطلاعات از یوزرهای خود با کمال احترام کلا حفاظت کرده و با هیچ کسی بدون اجازه شریک نمیسازیم. این قوانین قبلا در جهان وضع شده که خوشبختانه کم ما را پریشانی جهان را کاهش داده.
امروز روی چند موارد در مو قوانین اشاره میکنیم. There are numerous laws globally to govern how personal data is handled. در جهان قوانین خاص وجود داره که چطور اطلاعات شخصی نفر مدیریت شوند. اول، how the data may be used, what it can be shared with. همیشه که در شبکات جهانی از شما اطلاعات خصوصی تقاضا میشه، باید به شما گفته شده که از این اطلاعات شما من حید چی استفاده میشه. یک از قوانینش همی است که هرگاه فیسبوک از کسی تقاضای اطلاعات شخصی میکنه، برش بگه که این عکس ثبت به من این عکس به این خاطر نیاز دارم، شما تماس به من بده، من به این خاطر نیاز دارم و همراه کی شریک ساخته میشه این هم باید گفته شده برش. این به خاطر است که اگر پروفایل فیسبوک من فیسبوک ازش استفاده سو بکنه، باز برای فیسبوک این یک مسئله خطرناک میشه. ازش پرسان میشه که چرا یوزر پروفایلش از این مدت میگیری به دیگر دفع استفاده میکنی. Then, individual choice about what data is collected about them and how it may be then used. با یوزر باید انفرادی انتخاب بتن که اینی دیتا ایتا بتی برامه، اگر میتین خوب، اگر نمیتی هم مشکل نداره. به یوزر خاص میتا آپشنال است. حالا اگر در فیسبوک پروفایل پرتی نپرده مشکل نداره. ای به این مانا که اطلاعات خصوصی نفر از یوزر خواستن حتمی نیست. به یوزر انتخاب میتین به هر کدامشان بروی هر آپشن ها که اینی دیتایت اگر به من بیتی من این استفاده را میکنم اگر نتی هیچ. سوم قوانین، the requirement for organizations handling personal information to protect it. هر جایی که شما بچه دخترها داخل میشین از شما یک لیست طویل میخواید. پرایوسی پروتکشن است. پرایوسی پروتکشن رو جایی که بخونین شما را اگری میگین و باز داخل سیستم میشین. فیسبوک همچنان خود پرایوسی انفارمیشن داره، پرایوسی پالیسی داره که چطور از اطلاعات شخص شما را نگاه میکنیم. اون را ما اکثرا اگنور میکنیم، نمیخوانیم، گرچه مهم هم نیست خواندنش، اما به خاطر برند بودن سطح آگاهیتون اون گپا رو بخونیم. و غیره قوانین بسیار زیاد است. همین چند تاشو در کتاب تون اشاره کرده بود که براتون گفتم. مسئله بعدی که ما چطور نتورک خود با نتورک میتونیم کمیونیکیت کنیم. امروز تو ابزار ارتباطی در جهان روی شبکات اجتماعی ما زیاد شده. اما اگر ما یک چند قدم عقب‌تر بریم، قبل از فیسبوک و مسنجر و واتساپ و این مسائل چیزی به نام فاکس ایمیل بودن. فاکس ایمیل یک به نام فاکس شما شنیدین زیاد. A fax machine is a device that sends and early receives a facsimile copy of paper document using a telephone network. قبل اینکه شبکات به این حد پیشرفت نکرده بود و هرگاه کدام پیام را میخواستم به کابل ارسال بکنم، در ورق پیام خودش نوشته میکردم، در فکس ایمیل در ماشینش تسلیم میکردم، فکس ایمیل را اسکن میکرد، دوباره این ورق در کابل برای نفر که میخواستم ارسال بکنم پرینت میکرد. خیلی خوب یاد داشتی ماشین. The machine scans the paper document and converts the light dark areas into sound. یعنی اطلاعات که روی ورق نوشته است به صفر یک تبدیل میشه و توسط صدا آرائه میشه و موج. That can be traveled over a telephone network to another telephone. The receiving machine then converts the sound back into a light dark areas, فقط به نقطه های سیاه سفید تبدیل میکنه, and a piece of paper. Since this relies on actual paper, it is known as a physical faxing. تا زمان کمی اطلاعات روی موج حرکت میکنه بنام physical faxing ما ایره مینامیم. اطلاعات از یک سر شبکه حرکت میکنه میره به دیگه سر شبکه کاملا موج است که حالا یک ویدیو کوتاه ما میبینیم راجع به فکس میبینیم. دایره شما برای توده ایست که شما ده موارد از دیده حفظ لیست بکنیم که من پرسان هم میکنم. That how to avoid arising network issues. چطور ما از بروز مشکلات داخل شبکه جلوگیری بکنیم. This is the kind of fax machine invented for emailing in 1999. See how the fax machine works.
Fax was the telephonic transmission of scanned printed material, like text or pictures, to a printer or other output device, connected to a telephone number. By inserting the document into the fax machine, one was able to transmit the scanned document to another telephone connected device. Example. I paper i gjithë kanëshë, ajni i paper ta dilme që ba sëfërjak, jo ba sound, sa do. To kërri wave harakat bukona. Ajni as jak nukta, ba degu nukta e në të kolë këpaj do këtë, ori gjë pas, ajni vëllat. After receiving the data, one was able to print an exact copy of the sent document. Example. Ajni vëllat pas dhe i tërëf, ba nëfer qopë mishë. که امروز ما شاهد ایمیل هستیم وقتی که فکس پیشرفته تر شده کمه ایمیل به وجود آمد که ایمیل هم شما استفاده کردین زیاد و میفهمین که چی تو کار میکنه روز بعدی روی ایمیل هم کوچک و برد